تارا به کارگردانی کاوه قهرمان. بریم ببینیم چه خبره. اول در مورد قصه فیلم صحبت کنم که سه مقطع مختلف از زندگی یک زوج رو نشون میده و فراز و نشیبی که دارن توی رابطهشون تجربه میکنن. بدی و جذاب مواجه باشیم. فیلم یک سری نکات مثبت داره، واقعا نکات مثبت قابل توجهی، و کلی نکات منفی هم داره که حالا توی این ویدیو در موردش صحبت میکنیم. در مورد تاره به نظرم اول بهتره که به نکات مثبت فیلم اشاره کنیم. نکات مثبتی که خیلی خوبه در یک فیلم ایرانی داریم میبینیم. سالهاست که جریان اصلی سینمای ایران به این مسائل بی‌توجه بوده، ولی داخل فیلم تارا ما میتونیم قاب‌بندی‌های بسیار خوبی ببینیم. فیلم تصحیح رنگ مناسبی داره، فیلم نورپردازی‌های خوبی داره، در فضاهای بسته به نظرم کارشو داره به درستی انجام میده و یکی از معدود فیلم‌های چند سال اخیر که از لحاظ فیلمبرداری به نظرم فیلم قابل توجهیه. از این جهت تارا در بخش فیلمبرداری به نظرم یکی از آثار خوب امساله و خیلی لازمه که فیلم دیده بشه تا بدونیم که قاب‌بندی‌های خوب واقعا چقدر تأثیر مثبتی داره در تماشای یک فیلم ها در جریان اصلی سینمای ایران و فیلم های روتینی که میبینیم. معمولا فیلم برداری دیگه اصلا یک مقوله‌ایه که انگار کنار گذاشتنش، دیگه هیچ زیبایی شناسی هنری شما نمیبینید، ولی خب در فیلم تارا این زیبایی شناسی رو رعایت شده. حالا نه اینکه خیلی اثر مثلا فاخری باشه، ولی نه، در قامت خودش، در حد و اندازه خودش به نظرم کارش درست بوده. اما همونطور که گفتم فیلم نکات منفی هم داره، از جمله اینکه قصه نداره. متاسفانه فیلم سه بازه مختلف از زندگی یک زوج رو نشون میده که این سه بازه مختلف زندگی هیچ نقطه عطفی نداره، یعنی هیچ اتفاقی نیست که شما با استناد به اون بتونید کنجکاو بمونید برای اینکه بدونید خب این زوج قراره چه تجربه‌ای داشته باشن تو زندگی. و کلیت فیلم که فکر می‌کنم یک ساعت و نیم باشه به یک سری دیالوگ‌های تکراری گذشته، دیالوگ‌هایی که گاهن در بازه‌های مختلف سنی این زوج داره تکرار میشه. خب شنیدنش برای اولین بار خوبه و تحلیلش هم بد نیست برای اینکه شما بخواید در یک بازه زبانی دیگه بهش رجوع کنید، ولی سه بار تکرار شدنش واقعا به نظرم کارکردش رو از دست میده، واقعا تحمل تماشاگر رو تاب نمیاره، خیلی سخت میکنه کارو. و متاسفانه حقیقتی هم که در مورد دیالوگ ها وجود داره اینه که واقعا روشن فکری هستن. اگه بخوایم تعارفات رو کنار بذاریم، این دیالوگ ها دیالوگ ها نیست که شما توی زندگی عادی، تو زندگی رایج ایرانی میخواید ببینید. توی فیلم شخصیت ها هیچ شباهتی به آدم های عادی جامعه ندارن. دغدغه هاشون دغدغه های یک جامعه ایدئاله. در واقع ما با این رابطه عاشقانه تو شرایطی داریم مواجه میشیم که علنا نمونه بیرونی نداره و شما هیچ فشاری روی این شخصیت ها نمیبینید زمانی که دارن زندگیشون انجام میدن، انگار که همش گل بلبله. میگم این موضوعیه که شاید در دنیای فیلم قابل توجیه باشه، بگید خب ما یک دنیای خلق کردیم و اینم شخصیتمونه، ولی در مجموع به نظرم برای یک فرد ایرانی چنین شکلی از رابطه، چنین دیالوگ هایی، چنین دغدغه هایی یه مقدار سخته پذیرشش. یه مقدار نیازمند اینه که یه مقدار واقعی تر می بود، نیازمند این بود که یه مقدار منبع ازای بیرونی بهتری می داشت که اینطور نشده. ولی کماکان میتونه دلنشین باشه، کماکان میتونه مال یک دنیای باشه که شاید ما دوست داشته باشیم در اون دنیا می بودیم، ولی پذیرفتنش یه مقدار سخته دیگه، واقعی بودنش یه مقدار به چالش میکشه. اما به نظرم دیدن تارا خیلی تجربه بدی هم نیست. فیلم علیرغم اینکه واقعا قصه ای نداره که بخوایم دنبالش کنیم، مجموعه دیالوگ هایی که در بین دو شخصیت برقرار میشه و پیدا کردن ما به ازای بیرونیش هم یکم سخته، ولی در این حال همونطوری گفتم میگم موسیقی خوبی داره، فیلم برداری خوبی داره و همین باعث میشه که به هر حال یک ارزشی افسوده به فیلم اضافه بشه و ارزش تماشا کردن داشته باشه. و به نظرم ببینید فیلمو، هرچند که شاید حوصله‌تون هم سر بره واقعا. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم که بتونید عشق رو پیدا کنید و نگهش هم دارید. دم شما گرم و خدا حافظ شما.